پرزیدنت لینکلن ترور شد. این جمله در 15 آوریل 1865 میلادی سرخط روزنامه‌های سراسر آمریکا بود و حالا عنوان نمایشگاهی در موزه نیوزیوم است که به مناسبت 150 سالگرد ترور محبوب‌ترین رئیس جمهوری آمریکا برپا شده. 7 چاپ روزنامه نیویورک هرالد در 15 آوریل 1865 به نمایش گذاشته شده که به گفته جان پاول متصدی این نمایشگاه 6 تای آنها بخشی از کلکسیون خود موزه است. کلکسیونی که شامل بیشتر از 35,000 روزنامه می شود. ما روزنامه هایی داشتیم که بعضی هاشون تا به حال دیده نشده بودن. تصمیم گرفتیم این نمایشگاه رو برپا کنیم تا انتشار خبر ترور پرزیدنت لینکلن رو توسط نیویورک هرالد نشون بدیم. روزنامه‌ای که اون زمان پرخواننده ترین روزنامه در کشور بود و یکی از اولین روزنامه‌هایی که خبر مرگ پرزیدنت لینکلن رو اعلام کرد. این 7 چاپ روزنامه نیویورک هرالد برای نخستین بار پس از 15 آوریل 1865 در کنار هم به نمایش گذاشته می شوند. نمایشگاه از اینجا شروع می شه. این پوستر در مورد خبرنگاری در سال 1865 صحبت می کنه. بازدید کننده ها رو با روزنامه نیویورک هرالد آشنا می کنه و ناشر اون جیمز گوردن بنت که چهره مهمی در روزنامه نگاری محسوب می شه. یک دستگاه تلگراف هم اینجا به چشم می خورد که وسیله اصلی آن زمان بود برای اطلاع رسانی فوری و به خبرنگاران امکان این را داد تا خبر مرگ پرزیدنت لینکلن را به نیویورک و از آنجا به سراسر کشور مخابره کنند. این اولین چاپ روز نیویورک هرالد ساعت 2 بامداد. پرزیدنت لینکلن حدود 10:30 شب در جمعه 14 آوریل تیر خورد و خبرش به سرعت همه جا پیچید. Associated Press reporter Lawrence Gobright. لارنس گوبرایت خبرنگار اسوشیتد پرس اون شب تا دیر وقت در دفترش در واشنگتن مشغول به کار بود که یک نفر از تئاتر اومد و بهش گفت که پرزیدنت لینکلن تیر خورده. او کارش رو متوقف کرد و با شتاب به اداره تلگراف رفت و یک پیام 13 واژه‌ای فرستاد و این خبر رو به چند خبرگزاری از جمله نیویورک هرالد گزارش داد. پرزیدنت امشب در تئاتر هدف تیراندازی قرار گرفته و احتمالاً زخمش مرگبار بوده. بعدش سریع به سوی تئاتر فورد رفت تا صحنه جرم رو بررسی و با شاهدان مصاحبه کنه. چاپ بعدی 3 بامداد بود که از جان ویلکس بوث به عنوان متهم اصلی قتل رئیس جمهور نام برده. جان ویلکس بوث یک هنرمند معروف اون زمان بود، برای همین هم خیلی راحت میتونست وارد تئاتر فورد و لوژ پرزیدنت لینکلن بشه. در این چاپ به وضعیت جسمی رئیس جمهوری هم اشاره شده. پرزیدنت لینکلن را به آن سوی خیابان به مهمانخانه پیترسون بردند و آنجا ساعت 7:22 بامداد درگذشت. تنها 90 دقیقه بعد از مرگ رئیس جمهوری در پایتخت، چاپ به 8:45 بامداد در خیابان‌های نیویورک پخش میشه. در چاپ 10 بامداد کادر سیاه نشون دهنده عزاداری است. آشکاری توطئه قتل رئیس جمهور و آغاز یک جستجوی گسترده برای متهم در این چاپ منتشر شده. ساعت 10 صبح یک چاپ دیگه هم منتشر شد که نوشته برای پیدا کردن جان ویلکس بوث پاداش $10,000 در نظر گرفته شده که بعداً شد $100,000. جستجو برای بوث تا 11 روز ادامه داشت. او به جنوب ایالت مریلند رفت، از رود پوتوماک گذشت و وارد ویرجینیا شد. در نهایت سربازان او را در انبار یک مزرعه تنباکو محاصره کردند و کشتند. خبر مهم چاپ 2 بعد از ظهر سوگند خوردن اندرو جانسون به جای رئیس جمهور جدید آمریکا است. خبرهای تازه این نسخه پشت روزنامه چاپ شده. دلیلش اینه که اون زمان تایپ کردن همه متن کار سختی بود، برای همین خبرهای تازه رو پشت روزنامه اضافه می‌کردن. جالب اینجاست که اونقدر با عجله این نسخه رو چاپ می‌کردن که تاریخ این نسخه اشتباه تایپ شده. به جای شنبه 15 آوریل نوشتن جمعه. به گفته جان پاول در مطبوعات آن زمان چنین اشتباهاتی گاه پیش می آمد. مثلا آخرین نسخه‌ای که ما اینجا داریم چاپ ساعت 3:30 بعد از ظهر گزارش میده که قاتل جان ویلکس بوث دستگیر شده. البته الان میدونیم چنین چیزی نبوده. جذابیت نمایشگاه پرزیدنت لینکلن ترور شد در این است که شما را به 15 آوریل سال 1865 میبرد. به جوی که خبر ترور رئیس جمهوری در آن پخش شده و منتظر هستید تا آخرین تحولات را در چاپ ساعت به ساعت روزنامه ها بخوانید. روزگاری که تلفن و اینترنت هنوز اختراع نشده بود و پاسخ به پرسش ها در مورد آینده یک ملت تنها در سرخط های یک تکه کاغذ پیدا می شد. ماندانا تلایون، صدای آمریکا.